و الان ساعت 3 بامداد روز جمعه 22 دی ماه هست. در این لحظه که دارم صحبت میکنم احتمالا ائتلافی که درش انگلستان و آمریکا هستن بندر الهدیده یمن رو احتمالا بمبارون کردن. در این لحظه نمیدونم، این قسمت اول این ویدیو من هست، بسیار اپیزودی که امشب خبرها رو بررسی میکنم. من شما در تصویر نمیبینید، دارم سایت ها رو همه رو چک میکنم. خب برای کسی که در جریان نیستن، یمنی ها اونجا خب حوثی ها سر کار هستن. امشب یک تصویر منتشر شد، جو بایدن یه دفعه دیده گفت در مجلس در انگلستان یک جلسه اضطراری بعد یکی از مجالسشون برگزار شده بود که گفتن که یمنی ها اونطور که خودشون گفتن مسیر کشتیرانی رو در جهان، حالا منظورشون اون محدوده ای هستش که اینا در تصویر میتونید ببینید، مسیر کشتیرشون از اینجا بوده رو، یعنی خب بار میخوان ببرن از این در از این قسمت رد میشن و از اینجا خورد میشن. یمنی ها در واقع در پاسخ به حمایت هایی که دولت انگلستان از رژیم اشغالگر سرزمین های فلسطینی کرده بود، خب اونجا تحرکاتی انجام دادن. حالا اینا میگن به این خاطر جلسه اضطراری تشکیل دادن. آقای ریشتو که همین امشب در اون تو تصمیم گرفتن با جو بایدن هم هماهنگ کردن، یک تصویر هم منتشر شد، جو بایدن نشسته در اتاق اونجا میگن اتاق وضعیت که جای مهمیه، میگن که زمانی که لیبی و کشور دیگه بهشون حمله شد در مواقع حساس جو بایدن اونجا میره. ببخشید من اطلاعاتم به هم ریخته است، همزمان دارم العربی و اینا رو چک میکنم ببینم که چه اتفاقی داره میفته. اینجا الجزیره است. خب همینجوری که دارم سرچ میکنم، بعد امشب گفتن که آقای جو بایدن همکاری کرده. من یه چیزی به فکرایی میکنم در این باره، فکر نمیکنم هیچ وقت آمریکا دوست داشته باشن که انگلستانی ها بتونن مستقلا خودشون کاری انجام بدن. این من استدلالی هم دارم. انگلستانی ها میدونن که در کشورشون پر از عرب هست، عربایی که بعضا خیلی هم مسلمان تر از مسلمان خاورمیانه هستن در همون انگلستان. این میتونه معادلات جنگ رو تغییر بده. در ویدیوهای بعدی بیشتر توضیح میدم. و یه مسائل ژئوپلیتیکی، الان هم نفت قیمتش تو همین 3.7 به نظر میرسه که جام کرده توی همین چند ساعتی، تو این 2-3 ساعتی که این اخبار هست. و الله اکبر رو ببینم اینجا چی نوشته. و توی این چند دقیقه، خب نه، این آخرین چیزی که هست، شهر صنعا پایتخت یمن، بله یک تصویری من الان دارم میبینم، مکشوفاتی کانال فلسطینی نوشته که پایتخت یمن رو میتونم به شما نشون بدم. ببخشید این ویدیو خیلی فوریه، من الان دارم میکاری میکنم که بتونم به سرعت برسونم اینو، اگه شده میبندم بعدی رو ببینم. این اینجور که ادعا شده پایتخت یمن صنعا هستش. ببین من فکر میکنم اینو بتونن کاری خاصی از پیش ببرن اونجا، چرا که عربستان، بیشتر توضیح میدم تو ویدیوهای بعدی، عربستان هر کاری که میتونست تی چند سال گذشته در یمن انجام داد. یه جایی نبود که بمباران نکرده باشه. اگه بمباران هوایی بتونه واقع جنبش حوثی ها رو در اونجا متوقف بکنه یا تاثیر بخواد بذاره، تاثیر خاصی بخواد بذاره، من فکر نمی کنم. خب گفته که شهرهای مختلف یمن به خصوص شهر صنعا و الهلیده در لحظه حملات شدید ارتش هوایی ارتش آمریکا قرار گرفت. خب ما می‌دونیم که عمان ممنوع کرده بود که اینو بخوان استفاده بکنن. اینو احتمالاً اینجایی که من الان نشونم نشون میدم، جایی به اسم آکروتیری در قبرس با هماهنگی مصر، با هماهنگی مصر دارن از این مسیر استفاده میکنن. آمریکا یکی که نهالو دریا چیز دارن، ولی انگلستانیا پایگاه هواییشون رو هواییشون اونجاست. خب اجازه بدید ببخشید ما اینا چون از قبل آماده نکرده بودم، این موضوع همین ناگهان پیش اومده. الانم نصف شب جمعه است، من در شهرستان هستم، مثلا برفم داره میاد، اما چون خیلی مهمه این موضوع گفتم سریع دمت اطلاع رسانی بکنم. خب امروزم آقای این یکی از حوثی‌ها بیانیه داده بود، تو خبرها دیدیم که گفته بودم چند ساعت پیش که شما اگر در واقع این کار انجام بدید، اولین گلوله رو شما شلیک میکنید، آخرین گلوله رو شما نیستید که این کار انجام میدید. و خب من باید این ویدیو رو ببندم، این ویدیو رو باید ببندم و خب ببینید الجزیره قطری ها خیلی واردن تو این مسئله الان. خب این آخرین چیه،
آها تدارک هم روی این های نه. خب اینو من میبندم، ویدیو بعد اینا رو با دقت اول باید بخونم، اینا باید ترجمه بشه به لاقل به انگلیسی و فارسی. بعد من تو اینجا الان نمیتونم وارد رویترز و فاکس اینا بشم، ویدیو رو میبندم. اگر کسی هست داره نصف شب این ویدیو رو میبینه در کامنت ها بگید، در کامنت ها بگید که من بتونم. خب همین، خب اجازه بدید. خب فوری تایید شده، بله حمله حمله روی داده به حداقل بندر الهادیدی که قطعیه. جاهای دیگه هم الان فید همزمان نمیتونم فیلمشو نشون بدم به خاطر اینکه ممکنه چون هم در آپارات منتشر بوده هم در یوتیوب ممکنه به مشکلات خاصی اتفاق بیفته. خب آقای عمان هم اعلام کرده که به هیچ وجه هیچ هواپیمای نظامی ایران برای حمله به همین چیزی که گفتم چند دقیقه پیش. خب یک نیم ساعت دیگه من ادامه این ویدیو رو با اخبار جدیدتر آقای یحیی سری برای نظر اخبار جدیدتر آپدیت میکنم. فعلا همگی خدا نگهدار. نمیدونم ای کاش بتونستم لایو بذارم الان. اپیزود بعدی فعلا خدا نگهدار. یک مطالبی هم امروز آقای امیر عبداللهیان صحبت کرد و وزارت یعنی وزارت خارجه عربستان مطالبی گفته بود که مهم تاثیرگذار روی موضوع. پس قطعا تا این لحظه در واقع اون ائتلاف که با هم صحبت کرده بودن انگلستان و عربستان و امریکا ارتش امریکا این کار رو به نظر میرسه که انجام دادن. حالا من نظر شخصی اینه که این به هیچ نتیجه نمیرسه و فقط برای در واقع اون جنبه عمومی داخل کشور خودشونه. البته این خیلی مهمه، اینو تو ویدیو بعدی مفصل تر رسیدم. جو بایدن بدش نمیاد که ارتش کشورش الان وارد جنگ بشه به دلایلی که مربوط به انتخابات هست، بعدن بیشتر توضیح. خب ایرنا همین الان نوشته که یک مقام امریکایی به شبکه اسکای نیوز گفت ما دست کم 10 هدف مرتبط با حوثی ها رو در یمن هدف قرار دادیم. اسپوتنیک و المیادین از وقوع انفجارهای در الهدیده حالا اگه من دیدم اینجا و صنعا خبر میدهند. خب الان ساعت چند بود؟ 3:18 است. ویدیوهاشو میبینم بعد اینجا قسمت بعدش درست کنم. فعلا همه که خدا نیست.